خانم خداوند که بیهده بیندازم مهربان است. سلام خدمت تمام شما خوبایی که برنده برنامه بخت و فرز هستین. خیلی خوش هستم از اینکه با یکی دیگر از برنامه بازم نیم ساعت مهمان خانه شما عزیزان هستیم. امروز هم میخواییم یکی از غذای خیلی خوشمزه را براتون آماده کنیم. امروز من خواستم در برنامه البته براتون بولونی آماده کنم و این بولونی را من سه نوع آماده میسازم. بولونی سماراق امروز براتون آماده میکنم، بولونی گوشت و بولونی کدوگک. خود بولانی یکی از غذای محلی افغانی هست و قسمی که در برنامه قبلی براتون وعده کرده بودم، ما میخوایم در برنامه غذای محلی و افغانی براتون آماده کنم تا اینکه شما هم بتونید غذا رو در خانه آماده بسازین. و در شروع من مواد لازمه این بولانی خوشمزه را که سینه و بولانی را من خواستم براتون آماده کنم به معرفی میگم. خمیر آماده شده، بولانی یک بسته، کدوگک یک کیلو، زنجفیل مقدار لازم، گوشت ماشین شده سرخی نیم کیلو، دو عدد مرچ دلمه و گشنیز مقدار لازم، ماست اندازه یک گلاس، نعنا مقدار لازم، دو عدد آن پیاز، سماراق یک قوطی و نمک هم به قدر ضرورت. مواد لازمه هم براتون به معرفی گرفتم. خوب است که مواد لازمه هم دوستای ما که میخواین بولونی های خوشمزه را آماده بسازن نوت بگیرن. من امروز سینما بولونی براتون آماده میکنم. بولونی گوشت براتون آماده کردیم که از گوشت سرخی میره آماده میسازم، همچنان بولونی کدوگک آماده کردیم که بسیار خوشمزه میه و بولونی سماراق. سینما بولونی هست که شاید نسبتا جدید باشه اما اگر آماده بسازیم در خانه بسیار طعم عالی داره این بولونی ها. اول میخواهیم که مواد سماراق آماده کنیم. حرارت روشن میکنیم و یه حرارت دیگه گرم روشن میکنم. در یکیش میخواییم که در شروع روغن که گرم شد گوشت سرخ کنیم و در یکیش هم سماراق سرخ میکنیم. تا وقت من پیازارم ریزه میکنم. از خمیر آماده شده من خواستم استفاده کنم چون موادای محکمه که زیادتر هست. اگر نیمه خمیرش هم براتون آماده میساختم. خب معمولا خمیر بلندی هم شما که در خانه آماده میکنیم از باب شیرگرم و خمیر مایه و نمک آمادش میسازیم. تا که روغنا گرم میشه من پیاز هم تا وقت ریزه ریزه میکنم. بولونی های بسیار مزدار سینه و بولونی من خواستم امروز در برنامه براتون جور کنم. خب پیاز هم ریزه ریزه میکنیم. به اندازه پیازم ریزه کردیم. روغن هم آهسته آهسته گرم شده. خوب است اول گوشت اضافه کنیم. 1.5 کیلو گوشت سرخی است که میره با مرچ تازه خواستم که البته ماشینش کنیم. مکسارمش تا کمک سرخ شده و روغن دگام گرم شده در این روغن میخواییم که البته سماراق اضافه کنیم. سماراق هم اضافه کردیم. حالا میگذاریم تا که سماراق هم سرخ شود. تا وقت ظروف که ضرورت نداریم از بالای میز دورشان میکنیم. و اینجا مقدار پیاز که باقی مانده این رو من ریزه ریزه میکنم. به این اندازه پیاز هم ریزه کردیم. و حالا یک مقدار پیاز داخل سماراق که سرخ میکنیم داخل این دیگه اضافه میکنیم. و یک مقدار پیاز دیگر هم داخل گوشت که سرخ میکنیم دو اضافهش میکنم. کدوگک باقی مانده که باز کدوگک هم یک کمک باید در روغن سرخ کنیم. اینال باز شما هر نوع بولونی که خودتان خوش داشتین میتونین در خانه آماده بسازین. شد من خواستم که از گوشت، از سماراق و همچنان از کدوگک برتان بولونی آماده کنیم. پیاز هم آهسته آهسته با گوشت هم سرخ میشن و با سماراق هم پیاز دیگه آهسته آهسته سرخ میشن. یکمک نمک هم بالای زیاد اضافه میکنم. نمک مقدار لازم بالای گوشت اضافه کردیم و بالای سماراق و پیاز مخلوطشان میسازیم و دیگه منتظر میمانیم تا که گوشت هم سرخ شود. سماراق هم با پیاز کاملا خوب اینا سرخ شود. اما جدا جدا سرخ میکنیم مواد را تمام شد. خب اینجا مرچ دلمه داریم که مرچ اول مامی موادای گوشت و البته سماراق کاملا آماده میسازم بعد از او باز کدوگک آماده میکنیم. مرچ دلمه را ریزه ریزه میکنیم. یک مقدار مرچ دلمه هم داشت اضافه میکنیم.
به این اندازه مرچ دلمه ریزه کردیم و خود مرچ دلمه منبعی از ویتامین سی هست. شما هم حتما از مرچ دلمه در بولونیایی که آماده میکنین استفاده کنین، طعمش خیلی خوبتر میسازم. اینا مرچ های دلمه را هم یکم اکشده ای دیگه اضافه میکنیم، یکم شام بالای گوشت. حالا مخلوطش میسازیم تا که با این مواد دیگه کاملا خوب سرخ شود. بولونی یکی از غذای محلی و افغانی هست که همگی خیلی غذا رو دوست دارن و میتونیم بگویم یک هوسانه است. روزای رخصتی، بعض روزا که همگی میرن به میله، روزایی که میمان دارن آماده میسازن، معمولا ما شما بولونی از کچالو و گندنه آماده میکنیم. اما از ترکاری با مختلف دگاه ما شما میتونیم که بولونی آماده بسازیم. مثال میتونیم از به شکل از سمارق بولونی آماده کنیم، از گوشت ماشین شده بولونی آماده کنیم، از کدوگک بولونی آماده کنیم، از کدو همیشه ما شما بولونی آماده میسازیم. از گلپی میتونیم یک بولونی بسیار مزه‌دار آماده کنیم، همچنان از نوش پیاز میتونیم، از پالک خشک میتونیم، حتی از شفتل خشک بولونی آماده میکنن که بسیار زیاد مزه‌دار میآید. یعنی از ترکاری باب مختلف است که ما شما میتونیم بولونی آماده بسازیم. من امروز خواستم سه نوع بولونی براتون آماده کنیم. مواد مایسته است سرخ میشن. دیگه یکمک گشنیز تازه ما میخوایم ریزه کنیم، با همین دو مواد سرخش کنیم. اینا به این گشنیز هم دیگه ما آهسته آهسته ریزه کردم و اضافهش میکنیم در دیگ تایی که کاملا سرخ شون. بالای سمارق هم اضافه کردیم و همچنان بالای گوشت که خواستیم سرخش کنیم. این مواد هم دیگه مخلوط میکنیم، آهسته آهسته کلچ سرخ میشن. گوشت هم آهسته آهسته سرخ میشه با پیاز و مواد دیگه. سیر البته با گوشت یکجا ماشین کردیم و سمارق هم کاملا اینه با پیاز و گشنیز و نمک اینو که اضافه کردیم کاملا سرخ میشن. یکمک زنجفیل هم ما میخواییم که پوست کنیم و زنجفیل هم به خاطر طعمش اضافه کنیم. زنجفیل پوست میکنم و میخواییم که زنجفیل هم ریزه ریزه کنیم تا اینکه مواد ما سرخ میشه و ما اینا رو از روغن بیرون میکنم و کدوگک هم میخواییم که تراشک کنیم. دوباره بر میگردیم، با ما باشین، جای نریم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خب در جریان وقفه ما سمارق هم از روغن بیرون کردم و گوشت هم که با موادش ساخته از روغن بیرون کردیم. حال نوبت کدوگک است که کدوگک هم میخواییم که البته پوست کنیم، باز تراشکش میکنیم. البته بسیار در راحتی و آسانی پوست میشه و از بولونی کدوگک هم بسیار زیاد مزه‌دار میآید و خوشمزه میآید. شما حتما بولونی از کدوگک آماده کنیم. اینه یک چندانیش من دیگه پوست میکنم، میخواییم تراشک کنم، باز براتون بولونی ها رو آماده کنیم. خب خوب است که پوست هایش رو مدور کنم از بالای میز، اضافیشون میکنیم دیگه قسمت ها. یک دانه دیگه شم خوب است من تراشک کنم. البته این بولونی هایی که من روز آماده کردم براتون اصلا از مسالجات اینا نخواستیم استفاده کنیم، صرف البته از نمک تنها استفاده کردیم. من خواستم که مزه و ذائقه خودم مواد باشه. صرف هم اگر شما خواستین چون مرچ تازه در این مواد اضافه کردیم، اما اگر خواستین میتونین که باز یک کمک مرچ سیام درش اضافه بکنین اگر خواستین که زیاد تند شوه. اما اگر نخواستین مرچ تازه میتونین از مرچ تازه استفاده کنین. خود مرچ تازه منبع از ویتامین سی هست و میتونین که درش باز استفاده بکنین. خب یک عدد دیگه شم دیگه پوست میکنیم، باز کاملا کفایت میکنه. این مقدار خیلی کم کدوگک باقی مونده،
خود کدوگرک در مورد فوایدش براتون بگویم، منبع از ویتامین سی هست و خیلی مفید است که شما از کدوگرک استفاده کنین و غذای مختلف ما شما میتونیم که از کدوگرک البته آماده بسازیم. خب پوستش خوب است که از بالای میز دور کنم و اینجا هم تراشک است، باز میخواییم این کدوگرک را دیگه تراشک کنیم. یک عدد دیگه شما از کرم آبکش میکنم و تراشکش میکنیم. بس خب از این خانه، البته از این خانه تراشکی رو من از خانه بزرگش تراشک میکنم به خاطر که تمامش یک اندازه خوب ریزه شد. سمارق هم دیگه سرخ کردیم، گوشت هم سرخ کردیم و حالا می کدوگک بود که کدوگک هم سرخ کردیم. آیسته آیسته سرخ میکنیم دیگه آماده میشه این مواد ما. بعد از باز بولونیا رو آماده میکنیم. خب صرف یک عدد دیگه شبخ مانده گیرم تراشک میکنم. اینه دیگه بسیار مقدار کمش مقدار مانده بود. کاملا تمام شد اگه تراشک کردیم یک اندازم. حالا حرارت روشن میکنم. دمی روغنه که ما سمارق بیرون کردیم دمی خواستم که من ایره سرخ کنم، هیچ کدام مشکل نداره. حالا روغن چون گرمان بود اضافه میکنیم تمام کدوگک هایی که خواستیم سرخشان کنیم و کاملا دیگه بازی سرخ میشه. پیاز هم اینجا داریم، یکمک گشنیز تازه هم داریم که میخواییم در این اضافه کنم، زنجفیل هم داریم و نمک. همه چند نفع منتظر میباشیم تا که مواد های یکمک خوب سرخ شود. تا وقت هم من پیاز ریزه میکنم. خوب پیاز هم خورد خورد ریزه کردیم و پیاز هم میخواییم که بالایش اضافه کنیم تا اینکه پیاز هم با کدوگک یک جا سرخ شود. یک مقدار نمک هم میخواییم اضافه کنیم بهش. اینجا نمک داریم، نمک مقدار لازم و همچنان مرچ دلمه که میخواییم ریزه ریزه کنیم با برگای گشنیز. مرچ دلمه رو ریزه میکنم، خسته قسمت وسط چه خوب است که دور کنیم و ریزه ریزش میکنیم و با کدوگک یک جا سرخش میکنیم. اینا این کدوگک های البته مرچ دلمه که باقی مانده بودم میرم ریزه میکنم. از مرچ دلمه هم در سمارق استفاده کردیم، هم در البته گوشت که سرخ کردیم و هم در کدوگک. این مواد دیگه کاملا تمامش سرخ میشه و اینجا هم گشنیز تازه است. این هم گشنیز هم دیگه ریزه کردم و اضافهش میکنیم بالای کدوگک. کلنی رو اضافه کردیم و میخواییم که یک بار مخلوطش بسازیم. مخلوطش میسازیم و بسیار در روغن کم می ره خواستم که سرخ کنم تا اینکه نمکش هم مخلوط شد، پیاز هم همراه با مرچ دلمه و همچنان گشنیز تازه. خب تا اینکه این موادای ما کاملا خوب دیگه سرخ می شد و می خواهیم یک چند دانه بولانی را از گوشت سمارق برتان جور کنم. بولانی گوشت بسیار طعم خوب داره و همچنان بولانی سمارق هم یک طعم خیلی عالی داره. من امروز خواستم برتان سینه و بولانی هم آماده بکنیم. اینجا از خمیرهای آماده شده خواستیم که استفاده کنیم. خب خمیرها را اول از یک دیگر جدا میکنیم. این را من یکمک وقت تر از یخچال بیرون کردم تا اینکه بسیار به آسانی و راحتی بتانیم خمیرها را از یک دیگر جدا کنیم. این را زیاد خمیرها را نمانیم که بر شوا برسه به خاطر که باز اینه. حالا این دو دانه است، یکی دیگه ایش هم خوب است که
ازش جدا کنیم. بسیار به احتیاطی خمیره رو دیگه جدا میکنیم و بولونیای بسیار خوشمزه که امروز من میخوایم برتون آماده کنم آماده میسازیم. اینه خب. خمیره رو جدا ساختیم، اضافه شان میکنیم در یک قسمت. یک دو دانه دیگه شم میخوایم که جدا کنیم از یکی دیگه. اینه خمیره رو جدا کردیم. حالا ما میخوایم که یک دو دانه سه دانه از سمالق آماده بسازیم بولونی و یک دو دانه سه دانه از گوشت آماده میکنیم. همچنان تا وقت کدوگه کم سرخ میشه تا که من چند دانه بولونی را سرخ میکنم و میریم وقفه یک خیلی کوتاه، زود برمیگردیم با هم باشیم. سلام مجدد، تمامتون خوش آمدید میگم به ادامه برنامه و من در جان وقفه چند عدد بولونی را جور کردم. یک از ماست و نعنا، یک چتنی بسیار مزه دار آماده کردم، یک چند تا بولونی دیگه ما مانده خواستم میره در جریان برنامه برتون آماده بسازم تا اینکه شما هم ببینین ما سه نوع بولونی امروز برتون آماده کردیم. اینا دیگه اول بولونی گوشت آماده میکنیم. گوشت اینا رو سرخ کردیم، این ده خمیر گذاشتیمش. حالا اینه یک قسمتش خوب فشار میدیم به خاطر که باز نشه و این خمیر ما داشته کمه که اگر از آب استفاده کنین در این قسمتش باز خوب از خود باز نمیکنه. حرارت ما در جریان وقفه خاموش کرده بودم اما روغن گرم است، این اضافه میکنیم در روغن تا یک طرفش کاملا سرخ شود. تا وقت ما یک عدد دیگه بولونی از سمارق برتون آماده میکنم. قسمت های خمیر کمک که تر میکنیم، اما خمیری که خود ما در خانه آماده ساختیم چون نرم تر میباشه به این خاطر او را باز میتونین که مشکل نیست. البته با آرد باز باید او خمیره هموار کنیم. سمارق هم تمام شد، این اضافه کردم. موادایم هم دیگه تمام شد، تمامش صرف از کدو باقی مانده که یک عدد کدو ما آماده کرده بودم در جریان وقفه. یک عدد دو عدد دیگه آماده میسازیم. بولونی هم اینا سرخ میشن، خوب است که یک عدد دیگه هم اضافه کنم در روغن چون جای میشه اینا دو دو دانه سرخ شوه. یک دانه بولونی کدو برتون آماده میسازم. این قسمت های خمیره خوب یکم که با دست ما تر میکنیم و کدویی که سرخ کردیم هم اضافه میکنیم در این قسمت هایش. خمیر یک بولونی بسیار مزه‌دار از کدو گکم خواستم که براتون آماده بسازم. اینه منتظر هستیم تا که یک طرفشون کمک سرخ شود، باز دیگه طرفش دار میدیم تا که هر دو طرفشون کاملا سرخ شوند، بولونی سمارق و همچنان بولونی گوشت. تا که اینا سرخ میشن من خوب است این بولونی هایی که براتون آماده کرده بودم از وسط نصفشان کنیم، باز روی تخته را پاک کنیم و اینه یک کاردام میگیرم و تا یک بولونی آماده میشه اینا را من برتون آهسته آهسته تزیین کنم. اینه چون بولونی گوشت است که موادش از قبل کاملا آماده شده. اینه یام بولونی گوشت. خوب است که بولونی هایی که در روغن ها ماندیم من خواستم که تمامش سرخ کنم، خواستم که در برنامه هم یک چند تایش سرخ کنیم. آستا آستا زود پشت رو کده میریم شان که دو طرف شان کاملا یکسان سرخ شوند. این یام اینه بولونی سمارق کاماده کردیم براتون و یک عدد از کدو هم است. اینا بولونی های بسیار مزه‌دار و خوشمزه امروز من خواستم که براتون آماده بسازم و از ماست و نعنا برش یک چتنی بسیار مزه‌دار من خواستم که آماده کنم تا که شما هم بتونین در خانه آماده بسازین ازش.
یک ماست دست دوستا دوست دارن بولونجا با چکنش جان که هیچ مشکل نیست، شما میتونین از چکان استفاده کنین. صرف یک عدد بولونی کدو باقی مانده که نمیرم من سرخ میکنم، بسیار زودی سرخ میشه. ایام سینما بولونی بود که امروز من در برنامه برتان خواستم که آماده کنم. امید است که ترستایش هم دیگه یاد گرفته باشین و بتونین که در خانه هم ایره آماده کنین، چون بسیار ساده و آسان آماده میشه. از چند برگ ننام تا که بولونی سرخ میشه به خاطر تزیین غذای ما استفاده میکنیم. به خاطر تزیین ظرف از چند برگ ننام استفاده کردیم و بولونی کدو رو ما پشت رو میکنم. اینه دی طرف شم یکمه که خوب سرخ شوه. و آخرین دقایق برنامه است. من نگذیر استم که دیگه خداحافظی بکنم، از حضورتان مرخص شایم. یام سینه و بولانی خوشمزه ای که من در برنامه برتان آماده کردم. بولانی کدو آمینه دیگه کاملا سرخ شده، صرف یک چند دقیقه دیگه میمانمش، بعد از وسطوتش میکنم. میخواییم که در ظرف بگذاریم شه و امید است که این سینما بولونی که امروز من از گوشت، سماراخ و کدوگک برتان آماده ساختم، شما هم ترستایش یاد گرفته باشین و بتونین که در خانه آماده کنین. وقت خوب و خوش میخوایم برتان، اوقات لذت خوب و خوش. من یک دونه بولونی جام توتم میکنم، در ظرف میمانم دیگه. خداوند یار نگهدار همه شما باشه.